بچه ها سلام عرض می کنم خدمت شما. انشاءالله که حالتون خوب باشه و سر حال و قبراق مطالب ما رو پیگیری بکنید. در این بحث هم قرار هست که در ارتباط با توابع خاص با شما صحبت کنیم. توابع خاصمون رو با بحث تابع درجه دوم شروع کردیم. بسیار بحث مهمیه. همیشه تو کنکور یه سوال ازش میاد و در ارتباط مستقیم با تابع درجه دوم ما سوال داریم دیگه همیشه. ببینید ویژگی های تابع درجه دوم یا همون سهمی رو در ابتدا با هم دیگه بررسی میکنیم و بر اساس اون ویژگی ها مثال های مهمی رو هم با هم دیگه حل خواهیم کرد. پس توصیه میکنیم که به روال قبل حتما برنامه ما رو پیگیری کنید. ممنون از شما. بچه ها بحث بعدی که ما میخواییم با شما شروع کنیم بحث توابع خاصه. توابع خاص رو دستبندی کردیم برای شما. بریم ببینیم که چیا رو میخواییم با شما در موردش صحبت کنیم. ببینید اولین موضوعی که بچه‌ها در مورد توابع خاص می‌خوایم با شما صحبت کنیم در مورد تابع و معادله درجه دومه. خب بحثش که کاملا آشناس براتون دیگه، توی پایه مطالب رو شما خوندین. ما می‌خوایم یه یادآوری سریع از مطالب تابع درجه دوم که خیلی هم مهمه با شما داشته باشیم. تابع درجه دوم یا سهمی، تابع درجه دوم یا سهمی در واقع چند جمله درجه دومه، یعنی تابعی به شکل fx مساوی ax2 به علاوه bx به علاوه c که در آن a و b و c ضرایب ثابتی هستند و حتما هم باید a مخالف صفر باشه دیگه، چون بچه اگر a صفر باشه دیگه این تابع درجه 2 نمیشه اصلا، چون ضریب x2 که صفر باشه یه تابع درجه 1 به دست میاد. حالا نمودار تابع درجه دوم هم که یه سهمیه دیگه، سهمی قائم اصطلاحاً، یعنی این سهمی یا رو به بالاست یا رو به پایینه. بچه ها شکل سهمی به دو حالته، اگر آ مثبت باشه سهمی رو به بالا خواهد بود به این شکل، اگر آ منفی باشه سهمی رو به پایین خواهد بود به این شکل. اصطلاحاً میگیم تقعر یا گودی در این حالت رو به بالاست، تقعر یا گودی در این حالت رو به پایینه. بعد ما عرض از مبدأ سهمی رو اگه بخوایم تعریف بکنیم بچه ها، تو تابع درجه دوم اگر به x شما بدین صفر، مقدار f صفر میشه c. ببینید محل برخورد نمودار با محور y ها رو دارم عرض میکنم دیگه، اینجا رو بهش میگیم عرض از مبدأ که به ازای x مساوی با صفر به دست میاد و مقدارش میشه c در واقع. بعد رأس سهمی کجا بود؟ رأس سهمی هم حتما یادتونه دیگه، در دو حالت آ مثبت و آ منفی به نقطه‌ای که پایین ترین نقطه رأس سهمی یا بالاترین نقطه رأس سهمیه ما میگیم رأس سهمی، اونو معمولا با اس نشون میدن. در حالتی که سهمی رو به بالا باشه در واقع اس نقش نقطه مینیمم رو داره، در حالتی که در واقع آ منفی باشه و سهمی رو به پایین باشه اون اس نقش نقطه ماکسیمم رو داره. پس در واقع منظور بالاترین نقطه یا پایینترین نقطه سهمیه بر اساس اینکه سهمی چه وضعیتی داشته باشه، ما به این میگیم نقطه رأس سهمی. حالا یه مثال ساده مطرح کردیم، یه مثال ساده، مثال یک رو با هم ببینیم. میگه سهمی fx مساوی 2x2 منهای 4x به علاوه 1 رو در نظر بگیرین، الف گودی این سهمی رو به بالاست یا رو به پایین. بچه ها بلا فاصله نگاه میکنم به ضریب x2، میبینم ضریب x2 مثبته، چون ضریب x2 مثبته پس حتما گودی یا تقعر منحنی به سمت بالاست در واقع. بعد میگه ب عرض از مبدأ این سهمی چنده، خب کافیه که به x بدم صفر، اگه به x بدین صفر y میشه 1، پس معلومه که عرض از مبدأ این سهمی برابر با 1ه. بعد گفته سعی کنید ضابطه این سهمی رو به شکل a در x منهای هاش به توان 2 به علاوه k درش بیارین. بچه ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم، برای اینکه این کار رو انجام بدیم از روش تبدیل به مربع کامل استفاده میکنیم، یعنی برای جواب قسمت جیم دارم عرض میکنم. ببینید fx مون هست 2x2 منهای 4x به علاوه 1، از یه 2 بین دو جمله اول بچه ها فاکتور میگیرم میشه 2 در x2 منهای 2x به علاوه 1. کافیه که داخل پرانتز رو مربع کامل بسازیم. چجوری بسازیم؟ یه دونه 1 که بچه ها اضافه و کم بکنید یه اتحاد x منهای 1 به توان 2 ساخته میشه منهای 1. پس الان این دو رو ضرب میکنم در داخل پرانتز میشه 2 در x منهای 1 به توان 2 منهای 2 به علاوه 1، و یا ساده شده این نهاییش بچه 2 در x منهای 1 به توان 2 منهای 1. خب من الان تونستم سهمی رو به شکل a در x منهای هاش به توان 2
به علاوه کا که مورد نظر سوال ما بود تبدیلش کنم، به این شکل درش بیارم. خب بعد گفته که بعد از اون گفته از نمودار ایگرگ مساوی ایکس دو شروع کنید و با استفاده از خواص انتقال، انبساط و انقباض سهمی در واقع نمودار این سهمیه رو رسمش کنید. ببینید حالا که من اینو به شکل 2 در x منهای 1 به توان 2 منهای 1 در آوردم، اگه تطبیقش بدین با a در x منهای h به توان 2 به علاوه k، بچه ها نقش a رو 2 داره بازی میکنه، نقش h رو 1 داره بازی میکنه و نقش k رو هم منفی 1 داره بازی میکنه. پس این تطبیق در واقع معادله سهمی با اون مدل داده شده است که مورد نظر سوال بود دیگه. اما در مورد قسمت دال گفته از نمودار y مساوی با x2 شروع کنید و با استفاده از خواص انتقال و انبساط و انقباض سهمی رو رسم کنین. یه لحظه با دقت به این نگاه کنید بچه‌ها. 2 در x منهای 1 به توان 2 منهای 1 دیگه. چیکار می‌کردیم برای انتقال این سهمی نسبت به y مساوی x2؟ اول x منهای 1 به توان 2 رو رسم می‌کردیم که سهمیمون یک واحد به سمت راست منتقل می‌شد. بعد ضرب در 2 می کردیم که عرض تمام نقاط در راستای محور ایگرگا 2 برابر می شدن، یا اصطلاحاً انبساط 2 برابری در راستای محور ایگرگا ایجاد می شد. بعد کل منحنی رو یه واحد به پایین منتقل می کردیم. همین انتقالی که عرض کردم رو ما الان اینجا برای شما نشون دادیم. گفتیم این ایگرگ مساوی با x2، یه انتقال یک واحدی به سمت راست که عرض کردم به شما، بعد انبساط 2 برابری در راستای محور ایگرگا که عرض همه نقطه ها 2 برابر بشه، و در نهایت یه انتقال یک واحدی به سمت پایین باعث میشه که به اون نمودار نهایی که میبینید ما برسیم. بچه ها تو قسمت قبلی یه سوال دیگه هم پرسیده قسمت ه، مختصات رأس سهمی را بیابید. اینو از ما پرسیده. برای اینکه من برم و مختصات رأس سهمی رو پیدا کنم تو این سوال، ببینید ما الان برای پیدا کردن مختصات رأس سهمی، خب بعد از اینکه انتقالش رو انجام دادیم به این نقطه رسیدیم که شد منفی 1 و 1، یعنی اگه دقت کنید رأس سهمی ما طولش 1 و عرضش منفی 1، طولش 1 و عرضش منفی 1، یعنی نقطه 1 و منفی 1 شد مختصات در واقع رأس سهمی ما که مورد نظر سوال ما هم همین بود دیگه. حالا بچه ها با توجه به این مثال من میتونم یه نتایجی بگیرم که خیلی هم مهمه این نتایج، و اونم اینه. اولین نتیجه، در سهمی هایی که شکل کلی معادله شون به صورت A در X منهای هاش به توان 2 به علاوه کا هست، با طی کردن مراحل زیر این سهمی ساخته میشه. اول Y مساوی X2 رو در نظر بگیرید، بعد یه انتقال به اندازه هاش در راستای محور ایکس ها در واقع میدیم به نمودار تابع، بعد آ برابر میکنیم در راستای محور ایگرگا عرض نقطه هامونو، و در نهایت یک کاواحد انتقال در راستای محور عرض ها داریم. حالا ما الان تو این شکلایی که کشیدیم فرض رو بر این گرفتیم که هاش و کا مثبتن که اینجوری انتقالش رو کشیدیم دیگه. یعنی فرض کردیم هاش مثبته که به راست منتقل شده، طبیعتاً اگه منفی باشه به چپ منتقل میشه. فرض کردیم که در واقع کا مثبته که به بالا منتقلش کردیم، که اگر منفی باشه به پایین منتقل میشه. ولی در هر صورت نکته مهمی که بچه ها باید بهش دقت کنن اینه که اگر معادله سهمیمون به شکل آ در ایکس منهای هاش به توان 2 به علاوه کا باشه، نقطه رأس سهمی طولش بچه ها میشه هاش و عرضش میشه کا. یعنی با شکل کلی معادله آ در ایکس منهای هاش به توان 2 به علاوه کا، اتفاقی که میفته اینه که مختصات رأس سهمی هاش و کا خواهد بود، و این نکته بسیار مهمه. مثلا تابعی با ضابطه fx x به علاوه 1 به توان 2 منهای 4 رو در نظر بگیرین، رأسش میشه منفی 1 و منفی 4. تابعی با ضابطه fx منفی 3 در x منهای 2 به توان 2 به علاوه 9 رو در نظر بگیرین، رأسش میشه 2 و 9. پس این نکته بسیار مهمی که شما باید رعایت کنید. حالا به راحتی میشه ثابت کرد در حالتی که ضابطه سهمی به شکل fx ax2 به علاوه bx به علاوه c باشه، رأس سهمی حتما بچه ها یادتونه منفی b بر 2a طولش میشد و 4 آسه منهای b2 بر 4a که به صورت منفی دلتا بر 4a اما مینوشتیمش، اینم میشد عرض نقطه رأس سهمی.
پس مختصات اس منفی ب بر دو آ طولش منفی دلتا بر 4 آ ارزش به شرطی که شکل کلی معادله سهمیمون به صورت اف ایکس مساوی آ ایکس دو علاوه ب ایکس علاوه سی باشه. بعد برای پیدا کردن عرض نقطه رأس یه کار دیگه هم بچه‌ها میشد انجام داد، حتما یادتونه اینم. میتونیم به جای اینکه عرض رأس سهمی رو مستقیما از روی منفی دلتا بر 4 حساب کنیم، بیایم چیکار کنیم؟ طول نقطه رأس سهمی رو، یعنی در واقع منفی ب بر 2 رو حساب کنیم، بندازیم تو معادله خود سهمی، عرض نقطه رأس رو از این طریق هم میشه به دست آورد. خب اما بریم سراغ چند تا مثال ساده. تست یک رو نگاه کنید که بریم پای تخته حلش کنیم با هم دیگه. تست یک میگه فاصله نقطه رأس سهمی fx 2x2 منهای 8x علاوه 9 از مبدأ مختصات چقدره؟ بریم پای تخته بچه رو حلش کنیم با هم. ببینید من برای اینکه مختصات رأس این سهمی رو به دست بیارم کافیه به این دقت کنم که s طولش میشه منفی ب بر 2 آ، عرضش میشه 4 آ 3 منهای ب 2 که همون منفی دلتا باشه بر روی 4 آ. ببینید من الان منفی ب بر 2 آ میشه 8 4 میشه 2، 4 آ 3 یعنی 72 منهای ب 2 یعنی 64 تقسیم بر 4 آ یعنی 8. 72 منهای 64 خودش میشه 8، حاصلش میشه 1. پس مختصات رأس سهمی بچه 2 و 1. حالا من فاصله اینو از مبدأ مختصات یعنی از نقطه 0 و 0 میخوام. اگر من این فاصله رو بخوام میشد چی؟ فاصله بین دو نقطه رادیکال تفاضل طولها به توان 2 به علاوه تفاضل عرضها به توان 2 که حاصل نهاییش برابر رادیکال 5 خواهد بود، که اگه بریم رو گزینه های تست و رو LCD ببینیم گزینه ها چجوری بوده، با دقت در گزینه ها متوجه میشیم که گزینه 3 پاسخ تست 1 خواهد بود. حالا بریم سراغ تست 2 بچه ها. تست 2 میگه که فاصله رأس سهمی Y مساوی 2X منهای 6 به توان 2 منهای 4 از نیمساز ناحیه اول و سوم چقدره؟ خب بازم میرم رو تخته حلش کنم که یه توضیحی بدم برای شما. بچه ها من اگر بخوام اینو به شکل استاندارد معادله سهمی که به این شکل بود دیگه، ما گفتیم که اگر ما بتونیم معادله سهمی رو به شکل آ در ایکس منهای هاش به توان 2 به علاوه کا در بیاریم، اون وقت اسمون میشه هاش و کا دیگه. من برای که اینو به این شکل بچه ها درش بیارم کافیه دقت کنید به اینکه از یه 2 داخل پرانتز فاکتور بگیرم و چون توان 2 داره اگه بخواد بیاد بیرون به صورت 4 میاد بیرون، چون توان 2 داره پرانتز، اگه من 2 رو فاکتور بگیرم و بیرون بیارم به صورت 4 میاد بیرون. حالا مختصات نقطه رأس چی میشه؟ مختصات نقطه رأس طبق این الگوی کلی که من عرض کردم به شما میشه 3 و منفی 4، چون گفتم که آ در ایکس منهای هاش به توان 2 به علاوه کا مختصات رأسش میشه هاش و کا دیگه. حالا من فاصله این نقطه رو از خط ایرگ مساوی ایکس که نیمساز ناحیه اول و سوم هست میخوام. بچه یاداوری بکنم یه نکته ای رو، یاداوری نکته این که فاصله نقطه آ به مختصات ایکس یک و ایرگ یک از خطی به معادله AX به علاوه BY به علاوه C مساوی 0 برابر است با، ببینید فاصله نقطه از خط اینجوری به دست می اومد، AX1 به علاوه BY1 به علاوه C تقسیم بر رادیکال A2 به علاوه B2. پس من الان کافی معادله خط رو به شکل x منهای y مساوی 0 بنویسم، یعنی همه جملات رو بچه‌ها به یه طرف منتقل کنم که یه طرف معادله خط 0 باشه. حالا من میخوام فاصله این نقطه رو از این خطه پیدا کنم، چی میشه؟ میشه d مساوی قدر مطلق 3 به علاوه 4 تقسیم بر رادیکال 1 به علاوه 1. نقش آ و ب رو بچه‌ها 1 و منفی 1 بازی میکنم که به توان 2 برسن هر دوشون 1 میشن. پس جواب 7 بر روی رادیکال 2 و یا گویا شده 7 رادیکال 2 دوم خواهد بود. پس اگه بریم روی LCD و گزینه ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم،
ببینید پاسخ تست دو بچه ها گزینه یک یعنی عدد 7 رادیکال دو دوم هست. اما بریم سراغ تست بعدی. میگه نقطه مینیموم این تابه در ناحیه چهارم قرار داره. بچه ها نقطه مینیموم یعنی نقطه رأس سهمی دیگه. متا مینیموم بودنش اشاره به چی میکنه؟ به اینکه سهمی رو به بالاست. پس حتما پارامتر آ یعنی ضریب ایکس دومون حتما مثبته. حالا گفته در ناحیه چهارم قرار داره. بعد من میخوام چیکار کنم؟ حدود آ رو میخوام پیدا کنم. بریم رو تخته با هم دیگه حلش کنیم. ببینید پس اولین شرطی که برای حل این سوال لازمه اینه که من دقت کنم به این که باید آ مثبت باشد تا سهمی دارای مینیمم باشد. این اولین شرطمونه. بعد بچه ها مختصات نقطه مینیمم یعنی همون نقطه رأس دیگه، طولش میشه منفی ب بر دو آ که میشه 4 بر دو آ، عرضش هم میشه 4 آ 3 منهای ب 2 بر روی 4 آ، که اگه من یه کمی ساده ترش کنم بچه ها این میشه 2 بر روی آ. اینم از یه دونه 4 فاکتور بگیرم و ساده کنم میشه 2 آ منهای 4 بر روی 4. ببینید در ناحیه چهارم اگه بخواد باشه این دستگاه محورهای مختصات بچه ها، ناحیه اول، دوم، سوم، چهارم. در ناحیه چهارم طول باید مثبت و عرض باید منفی باشه. پس من انتظار دارم 2 بر روی آ مثبت و 2 آی منهای 4 بر روی آ منفی باشه. خب اینجا که میطلبه آ مثبت باشه، چون که وقتی صورت مثبته و کلش هم باید مثبت باشه پس باید مخرجم مثبت باشه. اینجا هم اگه من الان تعیین علامت کنم به صورت معمولی و عادی میشه بین دو ریشه دیگه، بین 0 و 2، چون من میخوام منفی باشه ریشه هاش 0 و 2. جدول تعیین علامت رو تو ذهنم تشکیل دادم بچه ها، بین 0 و 2. حالا از مجموعه تمام این موارد اشتراک میگیرم. یکی این بود که آ باید مثبت باشه تا مینیمم داشته باشه. دوباره آ مثبت شد به خاطر اینکه طول نقطه مینیمم تو ناحیه چهارم وقتی بخواد باشه باید مثبت باشه. عرض نقطه مینیمم هم که شد در واقع شرطش برای اینکه منفی باشه شد آ بین 0 و 2. اشتراک این مواردی که عرض کردم، یعنی اگه اسم اینو بذارم رابطه 1، رابطه 2 و رابطه 3، اشتراک موارد 1 و 2 و 3 میشه آ بین 0 و 2. یعنی به ازای مقادیر آ بین 0 و 2 بچه‌ها این تابع درجه دوم یه نقطه مینیمومی داره که مینیمومش حتما تو ناحیه چهارم قرار میگیره. اگه امکانش باشه فیلم بردار محترم ما رو ببرن روی LCD. پس پاسخ در واقع تست 3 گزینه 3 خواهد بود. اما بریم سراغ تست بعدی. گفته نمودار سهمی ایگرگ مساوی منفی ایکس دو منهای 6 ایکس منهای 2 از کدام نواحی محورهای مختصات نمیگذره؟ بچه چون آسونه دیگه همینجا من میگم توضیحش رو، دیگه پای تخته حلش نمی کنم این سواله رو. ببینید من برای اینکه ببینم نمودار این سهمی از کدام نواحی محورهای مختصات نمیگذره کافی رسمش کنم. برای رسم هم باید تقعرش رو در نظر بگیرید، هم مختصات رأسش رو باید در نظر بگیرید، هم بچه ها عرض از مبدأش مهمه. یعنی شما برای اینکه رسمش کنید نمودار این سهمی رو به طور دقیق باید همه این مواردی که عرض کردم رو رعایت بکنید. میایم اول رأس سهمی رو پیدا میکنیم. بچه ها منفی ب بر دو آ طولشه که میشه منفی 6 بر، یعنی منفی منفی 6 بر روی 2 ضرب در منفی 1 که میشه منفی 3. منفی دلتا بر 4 آ رو هم حساب میکنیم میشه 7. مختصات رأس در میاد منفی 3 و 7. بعد سهمی بچه ها رو به پایینه دیگه، چون ضریب ایکس دو منفیه، ضمناً عرض از مبدأش منفی 2، چون اگه شما به ایکس 0 بدین ایگرگتون میشه منفی 2. اگه سهمی رأسش بخواد منفی 3 و 7 باشه، در نقطه‌ای به عرض منهای 2 محور ایگرگا رو قطع کنه و رو به پایینم باشه سهمیمون یه همچین وضعیتی پیدا میکنه. بعد شکل شما رسم کردیم. با توجه به شکل بچه‌ها معلومه که فقط از ناحیه اول عبور نمی‌کنه، از نواحی دوم و سوم و چهارم عبور خواهد کرد.
پس عملا گزینه صحیح برای تست 4 گزینه 3 خواهد بود. پس یادمون نره در رسم یک سهمی بچه ها هم وضعیت گودی یا توعرش مهمه که رو به بالاست یا رو به پایین، هم عرض از مبدأش مهمه که کجا محور ایگرگا رو قطع میکنه، و هم مختصات رأسش مهمه. تازه اینم بگم خدمتتون که اگر بعضی جاها بازم با وجود همه این شرایط گیر افتادیم، یکی دو تا نقطه دلخواه هم خودتون میتونین بدین که رسم دقیق تری صورت بگیره. بعض وقتا که آدم گیر میفته تو حل در واقع سوال و یا رسم دقیق شکل مهم میشه براش، میتونه یکی دو تا نقطه در واقع دلخواه دیگه هم خودش مقداردهی بکنه به ایکس و پیدا بکنه تا رسم دقیق تری صورت بگیره و اشکالی پیش نیاد تو حل سوال. بچه ها مطلب بعدیمون محور تقارن سهمیه. ببینید هر تابع درجه دومی که در واقع شکلش یه سهمیه همیشه یه محور تقارن داره. محور تقارن کجاست؟ محور تقارن بچه ها یه خطیه که از نقطه رأس سهمی عبور میکنه به موازات محور ایگرگا. یعنی اگر این یه سهمی مفروض باشه، خطی که از نقطه رأس سهمی عبور میکنه به موازات محور ایگرگا ما بهش میگیم محور تقارن. بچه ها اسم محور تقارن روش هست دیگه، خطیه که نمودار سهمی نسبت به این خط کاملا متقارنه. یعنی اینکه تمام نقاط شکل نسبت به این خط تقارن دارن. ببینید ما چی نوشتیم؟ نوشتیم تابع درجه دوم یا سهمی در هر دو حالت آ مثبت و آ منفی دارای یک محور تقارن است. همونطور که از شکل‌ها مشخصه است، محور تقارن خطی قائم است که از رأس تابع عبور می‌کند. بنابراین معادله آن، پس بچه‌ها معادلش میشه x مساوی منفی به بر 2a، چرا که طول نقطه رأس سهمی وقتی منفی به بر 2a بود، پس حتما معادله اون خطی هم که از این نقطه عبور می‌کنه به موازات محور ایگرگا میشه x مساوی منفی به بر 2a دیگه. در واقع محل تقاطع سهمی و محور تقارنش اسمش میشه رأس سهمی. چون سهمی محور تقارن داره، هر نقطه روی سهمی داره یک نقطه متقارن نسبت به محور تقارن روی سهمیه، به جز نقطه رأس که نقطه متقارنش میشه خودش. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان شما اگر سهمی رو معادلش رو بگیرین ایگرگ مساوی x2 منهای 2x به علاوه 2، خب این سهمیه دقیقا طول نقطه رأسش 1، محور تقارنش هم x مساوی با 1. بعد نسبت به این خط هر نقطه‌ای رو شما در نظر بگیرین یه نقطه متقارنی نسبت به این خط داره رو خود سهمی. دقیقا مثلا نقطه رأس الان طولش 1، اگه با دقت به شکل نگاه کنید نقطه‌ای با طول 2 در واقع و نقطه‌ای به طول 0 که خودشون فاصله مساوی دارن از نقطه x مساوی با 1، ایگرگاشون مساویه با هم. نقطه x مساوی 3 و نقطه x مساوی منفی 1 که خودشون فاصله شون تا نقطه x مساوی 1 با هم برابره، ایگرگاشون با هم مساویه. نقطه x مساوی 4 و x مساوی منفی 2 که خودشون فاصله شون تا خط x مساوی با 1 یکسانه، عرضاشون با هم دیگه مساویه و الاخر و الاخر. بنابراین بچه ها نقاط متقارن روی در واقع سهمی نسبت به محور تقارن نقاطی هستند که عرض یکسانی با هم دیگه دارن، یعنی هم عرض هستن اصطلاحاً. پس اینم ویژگی مهم محور تقارن. بعد گفتیم که اگر یه خط افقی ایگرگ مساوی کا سهمی رو در دو نقطه به طولهای آلفا و بتا قطع کنه، پس محور تقارنمون خط ایکس مساوی آلفای به علاوه بتا دوم خواهد بود دیگه. چون ببینید وقتی یه خط افقی یعنی ایگرگ مساوی کا کلن بیاد و یه سهمی رو قطع کنه بچه ها، دو تا نقطه هم عرض روش ایجاد میشه دیگه. پس معلومه که اگه طولهای این دو نقطه تلاقی مثلا آلفا و بتا باشن، نقطه رأس سهمی طولش دقیقا میشه میانگین طول این دوتا. یا به عبارت دیگه معادله محور تقارن سهمی در واقع از رابطه x مساوی آلفای به علاوه بتا دوم در واقع به دست میاد. اینم نکته‌ایه که با توجه به این که در واقع سهمی دارای محور تقارن کاملا واضحه. خب بچه ها حالا تست 5 رو با هم دیگه بررسی بکنیم. گفته تابع fx ax2 به علاوه به x به علاوه c دارای محور تقارن x مساوی منفی 1 است. همچنین این تابع محور y رو در نقطه به عرض منفی 4 قطع میکنه. حالا میخوایم ببینیم این تابع اگه از نقطه 1 و منفی 1 بگذره حاصل i به علاوه b منهای c چقدره.
برم پای تخت حلش کنم شما ببینید. ببینید چون محور تقارن بچه ها x مساوی با منفی 1، پس منفی به بر 2a مساوی منفی 1، پس b میشه مساوی با 2a. اینو نگرش میدارم. بعد این تابع محور ایگرگار در نقطه‌ای با عرض منفی 4 قطع میکنه، پس f 0 باید بشه منفی 4، پس c میشه منفی 4. حالا این تابع از نقطه 1 و منفی 1 هم میگذره، یعنی f 1 باید بشه منفی 1، پس i به علاوه b به علاوه c باید بشه منفی 1. به جای b میذارم 2a طبق این رابطه، به جای c هم منفی 4 میذارم. از اینجا 3a برابر میشه با 3، پس a برابر میشه با 1. حالا ما مقدار i به علاوه b منهای c رو میخوایم که میشه 1 به علاوه 2 منهای منفی 4، چون وقتی a 1 باشه b 2 برابر a دیگه میشه 2 دیگه، پس جواب برابر 7 خواهد بود. اگه بریم روی LCD و گزینه ها رو با هم بررسی بکنیم، دقت بفرمایید که جواب گزینه 2 هست، یعنی عدد 7. تست دیگری رو از بحث تابع درجه دوم با هم بررسی بکنیم. تست 6 میگه نقطه 5 و 10 روی یک تابع درجه دوم با رأس 3 و منفی 1، کدام نقطه روی این سهمی قرار داره؟ بچه ها بازم بریم رو تخته که من بتونم بیشتر توضیح بدم. ببینید نقطه 5 و 10 روی یک سهمی قرار گرفته که طول نقطه رأسش 3 هست، حالا عرضش هم البته منفی 1. ببینید نقطه 3 و منفی 1 روی این سهمی است با رأس 3، نقطه 5 و 10 ببخشید روی این سهمی است با رأس 3 و منفی 1. حالا فرض کنید که رو به بالا باشه، فرض کنید سهمی رو به بالا باشه. ببینید الان تو گزینه ها من نگاه میکنم میبینم 3 تا گزینه اول نقطه هایی هن که عرضشون با عرض نقطه داده شده که 5 و 10 مساویه. خب دو تا نقطه هم عرض در صورتی در واقع روی سهمی قرار دارن هر دوشون که نسبت به محور تقارن قرینه همدیگه باشن. به عبارت دیگه فاصله این تا محور تقارن و فاصله این تا محور تقارن با هم دیگه یکسان باشه. چون یکی از نقطه های داده شده طولش 5، پس اگر دقت کنید فاصله 5 تا 3 بچه میشه 2 واحد، فاصله 5 تا 3. پس اگر نقطه هم عرض با نقطه داده شده بخواد روی سهمی قرار داشته باشه باید فاصله اونم تا محور تقارن 2 واحد باشه. خب اگه بخواد فاصلش 2 واحد باشه، چون اینجا خط x مساوی با 3 بود، پس اینجا باید نقطه‌ای با طول 1 باشه تا فاصلهش تا محور تقارن با فاصله 5 تا محور تقارن برابر باشه. بنابراین واضح شد که گزینه 1 در واقع پاسخ این سواله، چرا که نقطه‌ای با طول 1 فاصلهش تا محور تقارن با نقطه‌ای با طول 5 فاصلهش با محور تقارن یکسانه. پس بریم روی LCD و گزینه‌ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. دقت کنید که پاسخ تست 6 بچه‌ها گزینه 1 هست بر اساس خواص محور تقارن که من خدمت شما عرض کردم. اما بریم سراغ برد تابع درجه دوم و مسائل بهینه‌سازی. بچه‌ها تو کتاب درسی اشاره کرده به یه سری مسئله‌ای که ما بهش میگیم بهینه‌سازی و با استفاده از تابع درجه دوم در واقع میخواد اون مثال‌ها رو حل بکنه. از ویژگی سهمی اولا استفاده بکنیم برای تعیین بردش. ببینید توی نمودارهای سهمی من عرض کردم که زمانی که آ مثبت باشه سهمی رو به بالاست، یعنی مینیمم داره. زمانی که آ منفی باشه سهمی رو به پایینه، یعنی ماکسیمم داره. ببینید در حالتی که سهمی رو به بالاست بچه‌ها برد تابع درجه دوم میشه از عرض نقطه مینیمم تا مثبت بی‌نهایت. تو شکل واضحه دیگه، تصویر نمودار تابع رو محور عرضها میشد برد تابع. پس اگه سهمی ما رو به بالا باشه عرض نقطه مینیمم رو حساب میکنیم، از عرض نقطه مینیمم تا مثبت بی نهایت میشه برد این تابع. اگه سهمی رو به پایین باشه از منفی بی نهایت تا عرض نقطه ماکسیمم میشه برد تابع. برای همینم اگه نگاه کنین نوشتیم در حالتی که آ مثبت باشه
مجموعه منفی دلتا بر 4 آ تا مثبت بی نهایت میشه برد، چون عرض نقطه سهمی منفی دلتا بر 4 آ بود دیگه. در حالتی هم که آ منفی باشه، از منفی بی نهایت تا منفی دلتا بر 4 آ میشه برد تابع درجه دوممون. اگر که بریم سراغ تست 7، میگه برد تابع fx ax2 منهای 2x علاوه 5a مجموعه منفی بی نهایت تا 4، محور تقارن این سهمی رو میگه پیداش کنید. من میرم پای تخته حلش کنم، شما ببینید. بچه ها نگاه میکنم به معادله سهمی و به مجموعه داده شده، میگم که چون مجموعه برد از منفی بی نهایت تا 4، پس اولا معلومه که سهمی رو به پایین بوده دیگه، سهمی رو به پایین بوده که از منفی دلتا بر 4a، ببخشید، از منفی بی نهایت تا منفی دلتا بر 4a در واقع شده مجموعه برد تابع ما دیگه، پس سهمی رو به پایین بوده. بعد اگه سهمی رو به پایین باشه، این عرض نقطه رأس سهمیه دیگه، یعنی ما انتظار داریم 4a منهای b2 بر 4a جوابش بشه 4، که 4a منهای b2 تو مثال ما میشه 20a2 منهای 4 بر روی 4a مساوی با 4. از اینجا 20a2 منهای 4 مساوی با 16a، طرفین رو بچه ها به 4 ساده میکنم، همه رو به یه طرف منتقل میکنم. اگه دقت کنید مجموع ضرایب صفره، یکی از ریشه ها 1 میشه و دیگری هم 3a میشه. خب کدومش قابل قبوله؟ ما گفتیم سهمی رو به پایینه، بچه ها سهمی اگه رو به پایین باشه باید آ منفی باشه، پس این منفی 1/5 قابل قبوله نه این 1. پس معلومه که آ باید منهای 1/5 باشه. حالا محور تقارن این سهمی چی میشه؟ میشه x مساوی منفی b بر 2a، یعنی تو مثال مورد نظر ما منفی b بر 2a میشه 2 بر 2a، که جای a باید منفی 1/5 بذارم، که جای a اگر شما منفی 1/5 بذارید میرسید به x مساوی منفی 5. بنابراین بچه ها انتظار داریم خط x مساوی منفی 5 معادله محور تقارن این سهمی باشه. پس اگه بریم روی LCD و گزینه ها رو با هم بررسی بکنیم، میبینید که پاسخ تست 7 گزینه 1 خواهد بود.